یه نکته مهم دیگر هم باید بشه اشاره کنم ببین آقای چی اسمش حجت فدایی بله بله حجت فدایی بله. آقای حجت فدایی رفتن پیگیری قانونی دارن میکنن علیه جمهوری بی خدایان ما پول وکیل نداریم که بدونم بتونم برم دفاع کنم ببینم کار ما کارمون غیر قانونی بوده یا نبوده ولی ما احتیاج داریم به اینکه یک کسی کمکمون بکنه کسایی که تخصص حقوق و قانون و این چیزا دارن مخصوصا توی قانون کانادا چون ایشون تو کانادا هستن که ما راهنمایی بکنن که ما الان چه واکنشی باید نشون بدیم میگم که موضوع سر چی هم هست ما چند وقت پیش ویدیو گذاشتیم این ویدیو اینه خب یه ویدیو گذاشتیم یه ویدیو یه 14 دقیقه ای که یه کاتی بود از یه, یه جایی که ایشون اومدن تو اتاق ما که تیتر این اتاق هم این بود تهمت دوست وریا امیری تو پرانتز حجت فدایی به ما حالا آقای حجت فدایی گفت باحت... ویدیو این بود بله اتاق آه بله ویدیوی حالا آقای حجت فدایی رفتن گفت گفتن به چند نفر که ایشون رفتن وکیل گرفتن علیه ما و به خاطر این تیتری که گذاشتیم و شاید هم خود کاور میخوان ما رو پیگیری قانونی بکنن و ایشون گفتن که ایشون جواب مثبت گرفتن و میتونن الان کانال ما رو دیمانتایز بکنن یعنی جوری که دیگه ما این کانال دیگه از هیچ چیز رونیو نتونیم ازش بگیریم ولی من نمیدونم از, از قانونی یا این تیچی که اینجا گذاشتیم از, از قانونی میشه شکایت کرد این من هرچی خودم رفتم تحقیق کردم می به نظر نمیرسه از قانونی کار اشتباهی ما کرده, داشت... کرده باشیم که ایشون بتونه بره شکایت قانونی بکنه ولی ایشون با یه اعتماد به نفس خیلی زیادی گفتن که نه وکیلو گرفتن شکایت هم مثل اینکه گفتن کردن یا نمیگن قرار بکنن اوکی بچه ما پول دادگاه و وکیل و این چیزا رو نداریم ما اگه کسی از از قانونی میدونه آگاهی داره خب لطفا با ما به ما ایمیل بزنید حالا جالبه من فکر کردم که آقای حجت فدایی با این قسمت تهمت تیتر ما مشکل داشته ولی مثل اینکه با اون قسمت دوست وریا امیریش مشکل داره و رنگش خب من فکر کردم مثلا میخواد بیاد بگه که مثلا تهمت نزده ما داریم میگیم تهمت زده ولی اینکه گفتیم دوست وریا امیری اینو گذاشتیم تو تیچ اینو باش با مشکل داره من نمیدونم از قانونی الان این مشکلی داره به نظر شما بله ادعای خیلی عجیب غریبیه وکیلم گرفته اگرم کسی میخواد کمکمون بکنه که به ما مشاوره بده که ما مثلا پول وکیل و اینو ندیم خب لطفا با ما با همین ایمیل تماس بگیرید اگه تخصص حقوق اینا دارید info at atheistrepublic.com هم درست بل بکنید من خیلی دیدم حتی خیلی از انگلیسی زبانه هم بلد atheist و EOI شو جا به جا میدون. جواب به جا می نمیسن. همون ایتس رپابلیک همون جمهوری بی خدایانه برای ما اگه تخصص حقوق داریم به ما بگین که این ما چیکار کنیم ما الان باید بریم وکیل بگیریم الان به چجوری از خودمون دفاع بکنیم چون من هم قوانین یوتیوب چک کردم رفتم دو سه بار دو چک کردم دیدم که این تیترمون هیچ مشکل نداره هم قوانین کانادا رو زیر رو کردم که ببینم اگه میشه ما, ما چه غیر قانونی کردیم که ایشون رفتن علی ما وکیل گرفتن برای همین وقتی دیدم با همچین اعتماد به نفسی داره میاد میگه که میتونه کانال رو ما رو اینجوری بزنه خب من بعد میرفتم چک میکردم دیگه هر چی نگاه کردم دیدم چرت محض من میگن یعنی که من که قوانین رو به اون شکل نمیشناسم برای همین لطفا به ما راهنمایی بکنید یه کسی به ما ایمیل بفرسته و ایشون چقدر با اعتماد به نفس شدید دارن می میگن میگن که ما تموم میشیم میخوام بریم بعدم می این کاری که حاجت فدری جان این کاری که شما دارید میکنید این کاریه که بعد از 15 سال فعالیت هیچ مسلمانی علیه ما این کمچی کاری نکرده که شما به خاطر تیتر برنامه میخواید برید ما انقدر قرآن پاره کردیم قرآن آتیش زدیم توهین به مقدسات کردیم هیچ مسلمانی هیچ وقت تصمیم نگرفت بیاد مثلا شکایت قانونی بکنه علیه ما حالا به خاطر یه تیتری که گذاشتیم شما رفتیم وکیل پول وکیل دادی و حجت من نمیدونم رفتی وکیل گرفت خیلی, عجیب خیلی عجیبه به نظر من خیلی عجیبه